در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی درباره هک تلویزیون از سوی گروه‌های سایبری و نامه اعتراضی جمعی از هنرمندان تجسمی به رئیس سازمان صدا و سیما و خبرهای دیگری را مرور می‌کنیم. افزایش مبلغ جایزه ادبی جلال آل احمد. در هفته‌ای که گذشت، خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد در 14 دوره جایزه جلال آل احمد به پیشنهاد یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تایید محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ این جایزه افزایش یافته است. طبق این اعلام، مبلغ جایزه برگزیدگان 14 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد از 150 میلیون در دوره قبل به 250 میلیون تومان و مبلغ جایزه شایستگان تقدیر این دوره نیز از 30 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در این حال، مراسم پایانی 14 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد هم سه‌شنبه 12 بهمن ماه برگزار شد. در این دوره، نه در بخش داستان کوتاه، نه در بخش مجموعه داستان و نه رمان هیچ اثری به عنوان برگزیده معرفی نشد. نامه اعتراضی جمعی از هنرمندان تجسمی به رئیس سازمان صدا و سیما. جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی با امضای نامه‌ای خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، توصیه کردند در برنامه‌های هنری این رسانه از کارشناسان مجرب استفاده کنند. این هنرمندان در نامه خود با اشاره به یک برنامه سینمایی پخش شده در اول بهمن در تلویزیون نوشتند، یک برنامه سینمایی اهانت‌هایی به ساحت هنر و جمیع هنرمندان صاحب نام کشور روا داشته که باعث تعجب و حیرت اهل فرهنگ و رنجش خاطر جامعه هنری ایران شده است. به ادعای نویسندگان این نامه، در این برنامه کارشناسانی بدون تخصص هنری و دانش نسبت به اقتصاد هنر دستاوردهای گرانسنگ هنرمندان نامی ایران را به هیچ شمرده و از عبارتهای سخیف و موهن علیه هنر و هنرمندان استفاده کردند. اشاره آنها به اظهار نظر مسعود فراستی، منتقد سینما درباره برگزاری حراج هنری تهران و گفته‌های او درباره آثار پرویز تناولی است که در نامه هنرمندان تجسمی چنین به آن واکنش نشان داده شده است. هنرمندان یاد شده که مورد بیمهری آن سازمان قرار گرفتند، بی تردید مهمترین نام‌ها و چهره‌های برجسته در هنر ایران هستند. آنها نه تنها در داخل بلکه در سطح بین المللی مورد ستایش مجامع هنری، دانشگاهی و علاقمندان به هنر قرار دارند. حمله هکری به صدا و سیما. روز سه‌شنبه 12 بهمن سایت تلویبیون که پخش برنامه های صدا و سیما را در دستور کار دارد مورد حمله سایبری قرار گرفت. در ادامه ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که حاکی از آن بود که تلویبیون با اختلال در پخش برنامه‌ها مواجه شده است. تلویبیون در آخرین مطلب منتشر شده در حساب کاربریش در توییتر این حملات سایبری را تایید کرد. روز پنج شنبه 7 بهمن ماه نیز تعدادی از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در صدا و سیما برای لحظاتی هک شدند. برگزاری جشنواره فیلم فجر در شرایط اوجگیری کرونا. 40مین دوره جشنواره فیلم فجر از 11 بهمن کار خود را آغاز کرده است. جشنواره‌ای که به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته فیلمی به مخاطبان عرضه کند که تماشاگران، منتقدان و اهالی رسانه را راضی کند. این جشنواره با چالش برگزاری در شرایط اوجگیری سویه اومیکرون نیز دست به گریبان است، موضوعی که بی‌توجهی به آن انتقادات زیادی را هم برانگیخته است.